چیکار کنیم بفهمیم خدا خوبه که میارزه بریم پیشش؟ چیکار کنیم بفهمیم خدا خوبه، حس کنیم خوب بودن خدا رو؟ قبول داری سخت درک خوب بودن خدا؟ خیلی عمیق آدم باید بشه، خیلی فکر کنه، تلقین کنه به خودش. آخه خدا که ملموس، خدا که آدم نیست، یعنی یه چیزی که بتونی باش ارتباط، مثل با آدمایی که ارتباط برقرار می‌کنی باش ارتباط برقرار کنی. ما چیکار کنیم بفهمیم؟ یه راهش نمازه، یه راهش سبحان الله است، یه راهش ذکره، یه راهش فکره. خوب فکر کنیم، خدا فوق‌العاده زیبا، باشکوه، مهربون، خدا خیلی خوبه. ولی واقعا من چیزی لمسش بکنم. یه راه میانبر به شما معرفی کنم. راه میانبر برای درک خوب بودن خدا اینه که ولی خدا، پیغمبر خدا، یا آدم مؤمن خوب ببینی. اینو ببینی، خدا رو داشته باشی. خوبان عالم آینه ای هستن برای معرفت الله. تو زیارت جامعه میگیم ما به واسطه شما خدا رو شناختیم. شما اینقدر خوبی، شما اینقدر تو دل برویی، شما اینقدر جذابی، خدای تو ببین چجوریه. روشی که ائمه خدا خودشون پیش میگرفتن. امیرالمومنین برگشت به اون رفیقش یکمی کسالت داشت، فرمود میدونی شما محزون میشی، ناراحت میشی، ما به خاطرت محزون میشیم. میدونی شما مریض میشی، ما به خاطرت مریض میشیم. آقا تا حالا شده کسی به خاطر شما مریض بشه؟ طرف داشت قش میکرد جلو امیرالمومنین، گفت آقا فقط برای من اینجوری هستید یا برای همه دوستاتون؟ فرمود همه دوستانمون، ما اهل بیت اینجوریم. بعد امیرالمومنین بلافاصله بعدش میفرمودن و خدای من علی بیشتر از من به شما علاقه داره. اهل بیت میان وسط خدا رو برای ما اثبات کنن. آقا جون شما اینقدر خوبی؟ وقت کسی چشمشو به اهل بیت ببنده، تکبر بکنه، راه فهم خدا رو بسته. این محاله بتونه با خدا ارتباط برقرار بکنه. خوبان عالم آینه ای هستن برای معرفت الله.